سرخط خبرها، اعلام یک گام مهم و بزرگ دیگر چین برای ایران بعد از توافق با عربستان، ادعای رسانه خارجی در مورد ضربه کاری چین به آمریکا در توافق تهران و ریاض، و توافق بزرگ ایران با بلاروس در زمینه‌های مهم و حساس. این بسته خبری از پیک خوش اومدید. روزنامه وال استریت جورنال در خبری نوشت که چین در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی میان سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با ایران در چین است. نقل از وال استریت جورنال، در نشست سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین که دسامبر گذشته در ریاض برگزار شد، رئیس جمهوری چین ایده بی سابقه ای را مطرح می‌کند. او پیشنهاد داد که نشست سطح بالایی میان سران کشورهای حاشیه خلیج فارس و مقامات ایران در سال 2023 در پکن برگزار شود. حال منابع مطلع به وال استریت جورنال اطلاع دادند که نشست کشورهای ششگانه شورای همکاری خلیج فارس و ایران برای سال جاری میلادی برنامه ریزی شده است. در همین حال وزیر امور خارجه عربستان در اظهاراتی به جزئیات توافق تهران و ریاض برای از سرگیری روابط پرداخت. به گزارش ایسنا، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در گفتگو با شرق قل اوسط درباره انگیزه ریاض از توافق با ایران گفت که اصل در روابط بین الملل وجود روابط دیپلماتیک میان کشورهاست و این اصل زمانی که مربوط به دو کشور همسایه به وسعت عربستان و ایران باشد قوی تر می شود، زیرا این دو کشور روابط دینی، فرهنگی، تاریخی و تمدنی مشترک با هم دارند. او گفت که این توافق بعد از 2 سال مذاکرات در عراق و عمان در نهایت با وساطت چین انجام شد و عربستان با توجه به نقش و مسئولیت برای تقویت ثبات و امنیت منطقه و جهان روند خود برای کاهش تنش و ایجاد آرامش ادامه خواهد داد. بن فرهان گفت که رسیدن به این توافق که منجر به احیای روابط سیاسی می شود به معنای حل تمام مسائل مورد اختلاف نیست، بلکه دلیلی برای تمایل مشترک دو طرف برای حل اختلافات از طریق گفتگوها، راه‌های مسالمت‌آمیز و ابزارهای دیپلماتیک است. وزیر خارجه عربستان گفت امیدواریم صفحه جدیدی از روابط را با ایران ایجاد کنیم و همکاری های من را تقویت کنیم، زیرا این مسئله نتایج مثبتی در راستای تحقق ثبات و امنیت و شکوفایی برای دو کشور و تمام منطقه دارد. او در پاسخ به این سوال که برای اجرایی کردن توافق و انجام مقدمات تبادل سفرا چه زمانی با وزیر خارجه ایران دیدار خواهد کرد و آیا امکان آن وجود دارد که به زودی به تهران سفر کند گفت بر اساس توافقی که انجام شد به زودی با وزیر خارجه ایران دیدار خواهم کرد و طی 2 ماه اقدامات لازم برای از سرگیری روابط دیپلماتیک را انجام خواهیم داد و طبیعی است که در آینده سفرهای متقابلی انجام خواهیم داد. وزیر خارجه عربستان در پاسخ به سوالی درباره به نتیجه نرسیدن توافق هسته‌ای بر سر مسائل داخلی ایران گفت درباره بخش‌های زیادی از این سوال صحبت نمی‌کنم، زیرا مسائل داخلی هستند، اما چیزی که می‌توانم بگویم این است که ایران همسایه ماست و ثبات و توسعه آن منجر به ثبات و توسعه در تمام منطقه شود و ما در عربستان به جز خیر و خوبی چیزی برای ایران آرزو نمی کنیم. درباره تداوم تلاش ایران برای گسترش و توان هسته‌ای باید بگویم که این مسئله بیشک ما را نگران می کند و بار دیگر تکرار می کنیم که خواهان خالی بودن منطقه خلیج فارس و خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی هستیم و از تهران می خواهیم که تعهدات هسته‌ای خود را اجرا کند و همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گسترش دهد. اما در راستای تضمین این مسئله به همکاری‌های خود با دوستان و همپیمانانمان ادامه می‌دهیم. فیصل بن فرهان در پاسخ به این سوال که چرا چین میان تهران و ریاض واسطه شد و کشور دیگری این نقش را ایفا نکرد گفت همان گونه که در بیانیه مشترک آمده است، عربستان از ابتکار عمل شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین استقبال کرد. از هیچ کس پنهان نیست که چین روابط خوبی با دو طرف دارد و این امر منجر به نزدیکی رویکردها شد و امیدواریم که وساطت چین منجر به تقویت همزیستی و امنیت مشترک در منطقه و تقویت حسن همجواری شود. ایجاد صلح و ثبات و امنیت در منطقه به سود هر سه کشور است تا بتوانند شراکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشند.
آمریکا همچنان در نگرانی‌های خود در خصوص نقش و نفوذ فزاینده چین در منطقه خاورمیانه به ویژه بعد از توافق ریاض و تهران در پکن برای عادی‌سازی روابط دو جانبه غرق است. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که همه طرف‌های شرکت کننده در مذاکرات پکن توافق کردند که در جریان مذاکرات از زبان انگلیسی استفاده نکنند و مکاتبات و اسناد به زبان‌های عربی، فارسی و چینی بوده است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که حذف زبان انگلیسی در مذاکرات سه‌جانبه ایران، چین و عربستان سعودی نشانه آشکاری از نفوذ فزاینده پکن است. این روزنامه به عنوان شاهد دیگری از نفوذ فزاینده چین به نقل از همان منابع نوشت که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در اواخر سال گذشته در جریان سفرش به ریاض پیشنهاد کرد در سال جاری نشستی بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پکن برگزار شود. این اجلاس پس از نشست برنامه‌ریزی شده وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی برگزار خواهد شد. در همین زمینه روزنامه رایل یوم به نقل از منابع دیپلماتیک آنها را منابع آگاه توصیف کرد نوشت عربستان سعودی برای موفقیت آمیز بودن نشست آتی اتحادیه عرب به میزبانی ریاض تلاش‌های فشرده‌ای صورت می‌دهد تا تمام کشورهای عربی از جمله سوریه در آن مشارکت کنند و هیچ کشوری آن را تحریم نکند. به گفته منابع مذکور ریاض می‌کوشد ایران و ترکیه را به عنوان مهمان نشست دعوت کند. آمریکا باعث خواهد شد ریاض به سکویی برای امنیت منطقه و حل و فصل فراگیر بحران‌های منطقه‌ای تبدیل شود. پیش از برگزاری نشست ایرانی عربی شش کشور عربی حوزه خلیج فارس در پکن، نشست اتحادیه عرب در ریاض تشکیل می‌شود تا توافق ریاض تهران به عنوان یک گام مقدماتی به توافقی در سطح کشورهای عربی و ایران تبدیل شود. قدر مسلم آن است که توافق ایران و عربستان تمام نقشه‌های آمریکا و اسرائیل را برای ایجاد هرج و مرج و جنگ‌های بی‌پایان قومی و دینی که تنها برنده آن اسرائیل خواهد بود خونسا کرده است. ایران و بلاروس امروز دوشنبه در تهران 8 سند همکاری به امضا رساندند که رسیدن به حجم تجارت 100 میلیون دلار در سال از جمله مهمترین محورها ترسیم شده است. به گزارش اینا مراسم استقبال رسمی آیت الله سید ابراهیم رئیسی از رئیس جمهور بلاروس صبح دوشنبه 22 اسفند با نواختن سرود ملی دو کشور همراه شد و سپس هیئت‌های عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند. ارتقای همکاری‌های دو جانبه در زمین‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و حمل و نقل و بررسی مسائل منطقه‌ای و جهانی از جمله محورهای مذاکرات آیت الله رئیسی و رئیس جمهور بلاروس عنوان شده است. پس از آن مراسم امضای سند بین آیت الله سید ابراهیم رئیسی و الکساندر لوکاشنکو برگزار شد که یادداشت تفاهم فرهنگی، تفاهم نامه پیرامون گسترش تجاری و همچنین اصلاح پروتکل حمل و نقل جاده‌ای از جمله اسناد امضا شده بین مقامات دو کشور بود. سپس طرفین در نشست مطبوعاتی مشترک حضور یافتند. پیشتر رئیس جمهور بلاروس در پیامی در روز 22 بهمن به همتای ایرانی خود ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سمایلش برای سفر به تهران گفت و اظهار امیدواری کرد که به زودی برای گفتگو در مورد مسائل دو جانبه و موضوعات روز بین المللی و منطقه‌ای به تهران سفر می‌کنم. رئیس جمهور بلاروس در این پیام نوشت از آنجایی که ایران رشد سریع اقتصادی و رفاهی در شرایط پیچیده امروزی را نشان داده، این کشور یک بازیگر مهم در منطقه و عرصه بین المللی به حساب می‌آید. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.